دارم. خب سلام عرض ادب و ارادت خدمت همه رفقای گل و نازنین، خوش اومدید به سکو، اولین تحلیل ادبیات کنکور 1401 ارو عکسی که درس کرده از سر جلسه. متاسفیم یک بابت این قضیه که عکس مکس درس کرده و اینها، سوالا هنوز رو سایت سازمان سنجش نیومده. تکرار میکنم، سوالا هنوز روی سایت سازمان سنجش نیومده. عربیمون تموم شد، الان نوبت ادبیاته. دینی هم رسیده، آقای سایدی همین الان رسیدن استودیو، من خبر دارم و دینی رو میخوان استارت بزنن انشالله بعد از ادبیات. آقا اول من یه صحبت بکنم در مورد کلیت آزمون. اولا آرامش خودتون رو حفظ بکنید. سطح سوالات آزمون هنر به شدت خوب و آسون و ساده بوده. از این بابت نمیدونم خیلی خوشحال باشم یا بگم که استرس زا میشه در آینده. چرا؟ به این علت که ادبیات آسونی که بنده الان دیدم شاید خبر از تجربی سخت، انسانی سخت یا رشته های دیگه مثلا ریاضی و اینا سخت بشه یه مقدار. من این استرس رو دارم خودم. هرچند که خط فکری به ما نشون داده شد، خط فکری 99 و 1400 بود، یعنی ما قرار نیست شوک بشیم. یه نکته، تاریخ ادبیات سوال نداشتیم، یه دونه به قرابت هامون اضافه شد، این خوبه، ولی معنیش این نیست که ما فردا و پس فردا سوال تاریخ ادبیات اصلا نداشته باشیم. اینو حواستون باشه، ممکنه باز تاریخ ادبیات سوال بیاد. آماده بودی میزنی، نبودی میگی گوره پدرش نمیزنم. اصلا استرس نداشته باش. 25 تا سواله، 5 تاش هم رد بکنی 80% زدی. معلمش نمیزنه. معلمام صبر کنن، من اینو تحلیل کردم، میام سوالا رو براشون میفرستم. خب خیلی از همکاران خواستن. خب همکاران عزیز و دانش آموزان گرامی، 2000 نفری که هستین گوش بدید. آقا اول من یه توضیح کلی در مورد این دفترچه بهتون بدم. عکس یه ذره کیفیتش پایینه، منو ببخشید، چاره‌ای نداشتیم. اما سوال 1، 2 و 3 سوال لغت بود مثل همیشه. سوال 4، 5، 6 املا بود، البته که سوال 4 ترکیبی از لغت و املا بود تا حدودی. سوال 7 شروع بحث آرایه‌های ادبی مونه. فعلا من نشون بدید لطفا، دفترچه نشون بدید. سوال 7 سوال آرایه‌های ادبی مونه. سوال 8، 9 و 10 هم آرایه ادبیه، همون چیزی که فکر می‌کردیم. 4 تا 11، 12، 13 و 14 و در واقع بعدش 15 سوالای دستور زبان ما بودند، 5 تا 16 به بعدم قرابت بود، چیزی که ما پیش بینی می‌کردیم اتفاقی که قراره بیفته. اما بریم دونه دونه تحلیل کنیم چقدر اون لایوی که اون شب من با گلناز تهرانی گذاشتیم در رابطه با لغت و املا بود، چقدر امروز کمک می‌کرد به بچه‌های هنر. خدا کنه دیده باشن، خدا کنه که دیده باشن. خب من تا جایی که جا داره زوم می‌کنم، چون می‌خوام یک عالمه حرف بزنم تو این دفترچه. تا جایی هم که میشه تو دفترچه نریم، من میگم مثلا اینجا بریم الان. خب موضوع اولی که میخوام باهاتون بحث کنم در سوال 1 رفقا، یه نکته‌ای که قبل شروع حل سوال بگم. تو این عکسی که ما داریم کلمه سوم خداییش معلوم نیست که اسرائه یا اسرائه، این واقعا جواب عوض میکنه، ولی من هر دو پلن رو خدمت دوستان میگم. بریم ببینیم چه خبره. اولا تعبیر، لغت تعبیری که اینجا داریم میبینی به معنی بازگویی و بیان کردنه. توی گزینه 1 و 2 نگرش رو هم نوشته، بدکی نیست، ولی خب گزینه های فعلا 3 و 4 گزینه های بهتری هست. اما میتونیم با لغت های بهتری شروع کنیم. من همیشه گفتم با لغتی شروع کنیم که خیلی بهتره برای شروع. مثلا چی؟ مثلا لغت خیره سر رو ببینید، اصلا معنی آگاه نمیدهد. همین که معنی آگاه نمیده، گزینه 1 منتفیه. بعد که ادامه میدم نگاه میکنم خیره سر، اینجا یه چراغش روشن میشه، گستاخ و بیشرم. اینجا هم همینجور، لجوج هم بدکی نیست. تعبیرم که گفتیم آقا بیان کردن و بازگوییش عالیه، نگرشش هم بد نیست. بریم بهترش رو پیدا کنیم. اینجا همون چالش هست که بهتون گفتم. این کلمه نمیدونی واقعا چی بوده، پی دی اف نداریم، عکسه، ولی من فکر میکنم که این اسرا باشه. اسرا نامی که سوره های قرآن بود به معنی در شب سیر کردن. گزینه 2 قطعه به یقین رد میشه. به خاطر چینش میسر ساختن. پس ما بین 3 و 4 میمانیم. نکته اینجاست. اگر اسرا باشه اسیر کردن درست میشه. خب
حتی اسرا برای اسیر کردن هم قشنگ بس قطعا اسرا، میدونید چرا؟ چون اسرا میشه اسیرها، این میشه اسیر کردن، پس قطعا جواب سه بوده، قطعا هم این کلمه اسرا بوده. الان دیگه واقعا به این نتیجه هم رسیدیم. از طرفی سامان هم که میشه درخور و میسر و امکان و این داستان ها، که گزینه های 2 و 4 و 3 همچنان درست بود، پس جواب تست میشه گزینه 3. این فایل رو سیو میکنم، خوشگل براتون نگه میدارم. گلناز فهمید چی شد؟ قطعا جواب گزینه 3. اما بریم سراغ سوال دوم. این همون تیپیه که دو شب قبل از این آزمون براتون تو لایو حل کردم. کدام مورد میتواند پاسخ مناسبی برای تعداد بیشتری از معانی واژه‌ها باشه؟ من نشون بده. همین خواستم الان ببینید. خب همش تو سوال بود، چه وضعشه؟ آقا بریم شروع کنیم. رایت تو لایو گفتم. رایت یعنی بیرق، پرچم، درفش. بیرق رو تو یک چراغش روشن کردم. تو دو پرچم رو روشن میکنم. تو سه هیچی. توی گزینه 4 هم درفش روشن میشه. باریکلا به من. از اون سمت برافراختن به معنی برافراشتن و بلند کردنه. در یک برافراشتن کاملا درسته. تو سه هم داریمش درسته. توی گزینه 2 بلند کردن. توی گزینه 4 هم بلند کردن. از طرفی کلمه بعدی مشیته. مشیت یعنی خواست و اراده خداوند. من تو یک چیزی ندیدم. تو سه این اراده ها رو میبینم. تو دو هیچی نیست. تو چهارم والا هیچی نیست. بعد که عوضش میکنم میرم سراغ آماس. آماس به معنی ورمه. خب تو گزینه 1 ورمو دارم، تو گزینه 2 ندارم، تو 4 ندارم، تو 3 هم ندارم. بریم سراغ کلمه بعدی هان. هان به معنی آگاه باش. در 1 ندارم، در 2 ندارم، تو 3 آگاه باش چراغش روشن شد، تو 4 هم آگاه باش چراغش روشن شد. رسیدیم به لغت آخر، لغت جرس. جرس یعنی زنگ، زنگ کاروان، یعنی تمام چراغ‌های گزینه 4 روشن شد. دانش آموز خیلی معمولی هم اینو جواب میداد. من نگاه دیدی اینم 2 بود. سوالا رو هم نداری. بریم سراغ سومیش. بریم. آقا آره برای همه رو گفتیم بابا تو لایو اینا. با هم لغت بخواین کسی میدید هر هفتهشو میزد بابا. آقا ورته گرفتاری درست زمین پست و محلکه هم میشود. شوخ رو گفتیم. شوخ میشه آلودگی، مواظب باشید. همین جوری تو همایش خود گلناز صداشو داریم، همه رو در میاریم میذاریم. بدسگال اولین سوال و اولین لغت لایو پریشبمون بود. بدفرجام غلطه، گفتیم بداندیش و بدخواه، این یه غلط. درستا رو خواسته گلناز اونجوری حواسشم. تقریر چقدر صحبت کردیم تو تست همایش بود. من آکن تقریر یعنی بیان و بیان کردن و گفتن و تلاوت. اون تحریره که میشه نوشتن. لب حوض وایساده بودم اینجوری نکته میگفتم. چقدر نکته لب حوضی راستی داشتیم. تقریر پس نگارش غلطه. فراز آمدن یعنی جلو آمدن، پیروز شدن دیگه. چیه؟ جمع کن خودتو. پس یه غلطه دیگه. فیاض یعنی بسیار، اینم تو لایو گفتم. فیاض یعنی بسیار فیض دهنده بر وزن فعاله. حالا سوال سرشار و فراوان غلطه. پس یه غلط دیگه هم پیدا کردم. تو خط دومش آورد. من نکو یادته با شهریار شوخی میکردیم، آوردگاه صحبت دروی کردیم، گفتیم آوردگاه شهرآورد جنگش هم شهریار، بعد نوشتم آورد یعنی جنگ و کارزار. اینم درسته. تالابم یعنی برکه، کاملا درسته. تعداد درستا رو خواسته مثل آدم میشمرم. 1 2 3 4 همه غلط. پس 4 درست جواب گزینه 1. فعلا ابهامی در آزمون نبوده. چند؟ فقط لایو اینستاگراممون 1800 نفر. الله اکبر. برو بریم جلو. ماشاءالله به همتون. ماشاءالله. سوال بعدی یه شوخی بد بود. مسخره، ساده. آقا اینجا نگاه کن. لغت صاحب جمال. این بابا پازوکی، من نگاه کن. پازوکی سر این من نگاه کن. بچه های اتاق فرمان حواستون به من، حواست به من باشه. اینجا نگاه کن. صاحب جمال یعنی خوش چهره. قسیم و جسیم و نسیم و وسیم چقدر صحبت کردی؟ الان قسیم گزینه 1 باریکلا بهش. اما ناموسن این قسیمی که تو 2 نوشتی چیه؟ چرت. تو گزینه 3 نوشته نسیم. به امام حسین چند بار گفتیم؟ گفتیم بابا یعنی خوشبو. رد میشه گزینه. جسیم هم که یعنی خوشندام. عکس من بود، دوستان مسخره میکنن اینجوری رونی کول من شده بودم تو پیج اینستاگرامم. این همونه. جواب میشه گزینه 2. فقط با یه لغت. فقط با یه لغت.
اینجا نگاه کن بقیهش رو براتون تحلیل کنم. هول نکن. آقا خوب رو بودن ملاحت دیگه. ملیح نگاه میکنه طرف. تو لایو نگفتیم گلناز وقت اوان باریکلا و اسنا هم میشه دیگه، اسنا و اسنا و وقت و زمان و هنگام و اینها. بریم جلوتر یکی دیگه، برگزیده فایق و برتر و برگزیده و این داستان ها. بعد خدمت عرض کنم که دیگه چی میخوایم؟ آره ساییده شدن خورده رفتن، درسته. برگزیده فایق کاملا درست بود، درسته، بسیار عالی. اینم از این. پس فعلا بهترین گزینه برای ما گزینه چند بود؟ من اشتباها زدم چند؟ یک. این میشه یک، درسته؟ با. یعنی خورده رفتن، دقیق بگم بچه ها ببینن، خوشگلم می‌نویسم تمیز. خورده رفتن مال ساییده شدن، صاحب جمال مال قسیم بود، اوان همون وقت بود، صفوت با چه رنگی بزنم؟ با نارنجی. برگزیده صفوت بود، ملاحت هم یعنی خوب نگاه کردن. قبوله؟ بسیار عالی. بعدی، در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟ بریم سراغش، نکته جذابی رو میخوام بگم. من نگاه کن، دانش آموز تجربی، من نگاه کن، دانش آموز تجربی و ریاضی که داری منو میبینی، خوب نگاه کن. فردا باید از این چیزی که من میگم استفاده کنی. وقتی یه لغتی رو سر املا شک میکنی، به بغلیاش قشنگ نگاه کن. ببین اینجا چه بازی را انداخته. میگه چندان که توانت با غریب و خیش و خاص و عام. ببینید، من نگاه کن، من بیا رو وال هستم، بیا رو وال، بیا رو وال. من از روی خاص و عام میفهمم این بچه خبره. خاص، عام، تضاد رابطه. خیش، فک و فامیل و غریبه. پس قینش درسته. ببین فامیل و غریبه، خاص و عام، رابطه تضاد. پس الان من در عبارت گزینه یک غلط نداشتم. دقت کنید، صورت سوال گفته کدوم غلط املایی داره. بریم سراغ گزینه دو رو LCD. میگه در چشم غریبان روا باشد پادشاه را مهیب نشستن و هیبت نمودن، اما در خلوت خاصان گشاده رویی. من غلطی ندیدم. در گزینه سه میگه در موزه را در سرک عبارت کشیده و به شهد ظرافت در آمیخته تا بچه ها تبع، تبع ملول یا تبع ملول، تبع ملول. پس این یه غلط اینجا من پیدا کردم. توی جواب میشه گزینه سه دیگه. تو گزینه چهار ما نکته ای نداشتیم. دقت بکنید به کلمه قدر، کاملا درسته. قدر، قدار، نیرنگ، فریب، مواظبش باشید. بریم سراغ سوال شش، املای کدام عبارت درست است. بریم غلط ها رو براتون پیداش بکنیم. میگه وی مرا در این بیغوله بیکاری، بیغوله با قینه، مواظب باش این یه دونه، گفتم دون است و بی سپاس و سفله که به ذره ای. آقا ذره رو که اینجوری میزن، ذره اینجوریه با دالزاله، بیغولم که با قین بود، اینجوری درسته. توی گزینه سه یه نگاه بندازی، میگه همگنان بدین الطاف که از حضرت آفریدگار عزوجل در حق ما میفرماید شادی و اهتزاز نماید. بچه اهتزاز یعنی رقصیدن و تکون دادن و یه رقصی کردن. من نگاه کن، اهتزاز، نه با هجیمی که. پس کدام املا درست بود؟ گزینه چهار، به همین سادگی. سوال هفت، در کدام بیت آرای مجاز و حسن تحلیل و استعاره و جناس همشون یافت می شود؟ معنا کن، ما یه اولویت بندی داریم. رفیق، تو که فردا و پس فردا کنکور داری، اولویت بندی سیاوش پازوکی یادت نره. الان اولویت بندی میگه آقا مجاز، حسن تحلیل، استعاره و جناس، اولویت شماره یک من چی است؟ حسن تحلیل. من با حسن تحلیل باید شروع کنم. گزینه یک رو نگاه کن، میگه ابر از آن بر سر گلهای چمنزار بگرید که خزان بیند و آشفته گلهای چمنزار. من نگاه کن، یه نکته یا من همینجا دیدم قبل از این که اصلا برسم به حسن تحلیله. ببین، بر سر گلهای چمنزار بگرید، گلهای چمنزار، من نگاه کن، زار بگرید، گلهای چمنزار، دیدی؟ جناسش رو پیدا کرده، همجا چشمی. از اون بر حسن تحلیل هم داریم، میگه ابر برای این بر سر گلهای باغچه و چمنزار گریه میکنه، یعنی علت باران آمدن این است که خزان بیند و آشفتن گلهای چمنزار. میگه میدونه که یه خزونی هم میاد، گلها قرار آشفته و پژمرده بشن در خزان، و این علت بارش باران بر سر گلهای اون چمنزاره، و این میشه حسن
تحلیل. پس حسن تحلیل هم داشتی خیلی داره جواب میشه. یه چیزی هم که داره جیغ و داد میکنه تو این سوال، این استعاره هست. چرا؟ ابر داره گریه میکنه، کار آدم انجام میده. من نگاه کن، وقتی ابر داره کار انسانی انجام میده تشخیصه. سیاوش پازوکی و همه همکاراش هم گفتن هر تشخیص هم یه چیه؟ استعاره است. پس اگه دقت کنی اینجا استعاره هم داریم چون تشخیص داریم. بعد از اون سمت مجاز هم داریم. مجازمون چیه داستانش؟ ابر از آن بر سر گلهای چمن زار بگرید. بر سر گلها، بچه ها بر کل، من نگاه کن، بر کل وجود اینا در واقع بارون میاد یا فقط رو سر گل؟ ها، بر کل وجود، این سر رو میتونیم مجاز بگیریم. پس بر همین اساس همه چی تو گزینه یک بود. من نگاه کن دارم آرایه 1401 حل میکنم. حالا اینجا جذاب میشه. سوال 8 رو ببینید. گفته بیت زیر به کدام آرایه های ادبی آراسته شده است؟ چی میگی؟ 2100 تو اینستاگرام. فقط آپارات که آپارات 1000. 4000 نفر. 4000 نفر. ماشاءالله 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 ماشاءالله. پرام بلدی آرایه؟ تو شعر خون. اینو میخوام برات حل کنم، فقط تماشا کن. چش. باشه؟ چش. اینجا نگاه کن. حواسا جمع، تمرکز بالا. میخواد یاد بگیره دانش آموز. یه بیتی رو میده، یه سری آرایه تو گزینه هاست، میگه کدوم بهترینه. پرهام ما یه ترتیب و در واقع دسته‌بندی داریم، بچه‌ها با اون شروع میکنن. الان با دانش آموز سیاوش پازوکی نگاه میکنه، میگه با شروع این قضیه حسن تحلیله. پرهام جان، حسن تحلیل یعنی آوردن یک دلیل غیر واقعی برای اتفاق واقعی. بریم بخونی، تو بیتو بخون. گرچه ذره و ذره وصل خورشید در فشانت هواست، محو شد در مهر و از گردون گردان درگذر. میدونی چی میگه؟ میگه گرچه چو ذره وصل خورشید درفشان، درفشان درخشان، درفشانت آفرین، درفشانه دیگه، همون درفشان مونه. میگه چی؟ میگه درسته که مثل یه ذره رسیدن به خورشید و چهره نورانی تو برای ما خیال و هواست. محو شو در مهر، در عشق و در خورشید محو شو، از گردون گردان درگذر. من نگاه کنید بچه ها، آیا من الان دلیلی غیر واقعی دیدم در این بیت؟ پرام میگه رسیدن به صورت تو خیلی پیچیده و سخته، نمیشه به این راحتی رسید، از این دنیا و اینها بگذر. اصلا حرفی از یه دلیل غیر واقعی علت من علت ندیدم. پس یک میره. مرسی. سه عالی. حالا اینجا بعد میگیم بچه‌ها بیاین مشترک‌ها رو خط بزنیم با هم. الان مشترکای بین استعاره مشترک، ایهام هم مشترکه. پس اینا نوخودیه. خیلی. یعنی ما هر کاری میکنیم با کنایه و جناس و اغراق و مجاز بعد بکنیم. اوکی. حالا داداش من راحت‌تره. من بعد با جناس ادامه بدم. جناس راحت. ولی یه نکته‌ای هم قبلش یادشون باشه. وقتی بین دو گزینه میمونیم، مشترک‌ها رو خط می‌زنیم، بدون شک از بین آرایه‌های کنایه، واجارایی و تناسب اینام همه هستن. یعنی بازی قفل سوال چیه؟ جناسه. جناس. الان بعد بریم ببینیم جناس داریم یا نداریم. یادت جناس؟ گردون گردان جناس اختلافی نداره؟ من نگاه کن. گردون گردان جناس اختلافی نداره. وای برو برو برو، تموم کارتو کردی. تموم شد. جناسم داشت جواب گزینه 2. تمومه. تمومه. ببین. برو از خدا. گلناز، من نگاه کنی دوربین منو بگیره. گلناز گفتیم اولین و شاه آرایه های ادبی چیه؟ اسلوب معادله. اسلوب معادله. آقا بسم رب شهدا و صدیقی، اسلوب معادله میخوایم در بیت 2 شروع حل سوال. گفته همه کاملا درستن بجز فلان گزینه. 2 رو نگاه کن، میگه شاخی از سرو خرامیده او شمشاد است، عکسی از عارض رخشنده او خورشید است. رفقا ما در مورد یک کس صحبت نمی کنیم که قدش فلانه، در مورد صورتش هم صحبت می کنیم. موضوع دو مصرع زیبایی معشوق نیست؟ نباید در اسلوب معادله موضوع دو مصرع متفاوت باشه؟ چرا؟ من نگیر اسلوب معادله نبود. کدوم گزینه غلطه؟ 2. خداحافظ. سوال 10 میگه آرایه های استعاره، اغراق، حسامیزی، ایهام و حسن تحلیل رو می خواهیم. آقا بسم الله. آقا من اول گفتم همیشه خط میکشیم، سوا میکنیم، با یه چیزی شروع میکنیم. سوال قویه. با حسن تحلیل که شروع کنی، آخرین آرایه ترتیب سواله. پس با الف الف و الف ه کار داریم. الف و ه رو باید بخونیم. پازوکی گفته آقا وقتی یه حرفی اسمش چند بار تکرار شد، اونو ابتدا نخون، برو اون تکیه رو بخون. پس من اول ه رو بخونم ببینم حسن تحلیل داره یا نه، دلیل غیر واقعی بر اتفاق واقعی. میگه چشم ستاره میپرد از شوق آه تو. همینجا حسن تحلیله.
میگه میدونی چرا آسمون رو که نگاه میکنی تو شب این ستاره ها چشمک میزنن؟ میگه علت این چشمک زدن ستاره ها شوق آه توه. خب این یه دلیله، من نگاه کن، یه دلیل کاملا غیر واقعی برای اتفاق چیه؟ واقعی. ه داشت، حالا ممکنه الف داشته باشه یا نداشته باشه، بس الف رو باید بخونم. میگه از نهیب آه من بیدار ماند تا سحر، آسمان با صد هزاران چشم شب پیمای او. من نگاه کن، میگه ستاره ها تا صبح تو آسمون بیدار میمونن، روشنن دیگه، این اتفاق طبیعیه. دلیلشو چی گفته؟ چرا روشن میمونن این بندگان خدا؟ میگه از فریاد بلند منه. این الفه رو دیدی؟ باز دوباره حسن تحلیلی هم انگاری به وجود آورد، هرچند که مصرع یکش بیشتر نزدیک به اغراق، ولی نگارش دار. حالا آرایت رو باید عوض کنیم، بریم مثلا با آرایه به نام حسامیزی ادامه بدیم، طبق همون ترتیبی که به همه گفتم. سومی دال دال جیم دال، پس من باید دال و جیم رو بخونم برای حسن تعلیل، ببخشید برای حسامیزی. اگه نگاه کنی جیم میگه نرگس عروسوار خمیده به طرف جوی، تا خیش را در آینه هر دم نظر کند. اگه دقت کنی تو جیم من حسامیزی ندیدم، ولی توی دال حسامیزی دارم، چشم نرم تو. پس اتفاقی که میفته الان با جرأت گزینه دو خط میخوره. شهریار جون رفتی در رو میبندی، خیلی صدا میاد. آره، بعد بیا اینجا حواستو جمع کن، آرایتو میتونی عوض کنی. مثلا میگم ها، میتونی بری با اقراق. اقراقی که به ما گزینه داده، فرض در رو میبندی، تمرکز آدم خدا به هم میریزه. خب الان باید با اقراق بریم. اقراق دومین آرایه است، ب و الف. پس بین ب و الف اقراق میخوام. ب رو بخونیم. میگه از غم نادیدنت اندام من چون مو شد. اقراق داره. تو الف هم تا حدودی اقراقکی داشتیم، اما بازی ما میرسه به اصل داستان، استعاره و ایهامه. سوال جونداریه. استعاره رو باید بین جیم و ه دنبالش بگردیم. توی جیم و ه دنبال استعاره میگردم. توی جیم میگه نرگس عروسوار خمیده به طرف جوی، تا خیش را در آینه هر دم نظر کند. هم میگه چشم ستاره میپرد. این قشنگ چشم ستاره، ستاره آدم فرض شده، چشم داره، پس استعاره در ه به وضوح دیده میشه. قبول؟ ولی جیم هم این نرگسه، استعاره داره، هممون میدونیم. حالا بعد آرایمون عوض کنیم، به طور مثال بریم سراغ آرایه ایهام. اگه دقت کنی من ایهام رو باید بین به ه و جیم بگردم. یه چیزی که من حین خوندنم به دست آوردم این بود بچه ها، ه رو ببینید، چشم ستاره میپرد از شوق آه تو، چشم سیاه دل تو. آها، من نگاه کن، چشم سیاه دل، دلش سیاهه، چشمات سیاهه، سیاه دله، بده، عصبیه، نامرده. پس الان من تو ه دارم چی رو میبینم؟ ایها رو میبینم. پس جواب میزنم گزینه یک. 11، من نگاه کن، وارد دستور، من نگاه کن، وارد دستور زبان فارسی میشیم. حواستو جمع کن، اینجا نگاه کن، یه سوال خیلی با ظاهر عجیب و غریب داریم. فرزاد گوش میدی؟ با ظاهر عجیب غریب. میگه کدوم عبارت هم مفعول داره، هم دو تا صفت مضاف الیه داره، هم شاخص داره، هم منادا داره. با هر کدوم که میدونی توش تسلط، فردا ما احتمالاً یه همچین سوالی ببینیم، با اونی شروع میکنی که تسلط بیشتری داری. تو بهتر منادا پیدا میکنی، با منادا گزینه ها رو بخون. تو بهتر شاخص بلدی، با شاخص شروع کن بخوندنش. تو خوب صفت مضاف الیه بلدی، با اون شروع کن. تو خوب مفعول بلدی، با مفعول شروع کن. اینو دیگه دست خودته. حالا یه نگاه که میندازی، صحبت من اینه بچه ها، توی گزینه یک ما نمیبینیم که قبل از اسم کسی برای اون لقب آمده باشد. ببین اصلا اشاره به احمد رضا میکنم، میگویم حاجی، آیا بعدش اسم یارو اومده مثلا بگه حاج فلانی؟ عمر احمد رضا خانه تا حدودی قبول، ولی من اصلا میخوام یه چیزی رو بشکنم در این سوال. من به گلنازم قبل لایو، من نگاه کن، به گلنازم قبل لایو گفتم گرخید، گفتم من میخوام با چی شروع کنم؟ صفت مضاف الیه. اینقدر کله خر، بدترین قسمت سوال دیگه، صفت مضاف الیه میخواد. توی گزینه یک نگاه کنید، میگه اشاره به احمد رضا میکنم، من حداقل سه کلمه با کسره میخوام، یا یه ستایی میخوام که وسطش این یا آن باشه. قبوله؟ توی گزینه میگه اشاره به احمد رضا میکنم، گروه ستایی نداشتم، میگویم که فعل حاجی به نظر من حقیر. الان شد ستا، نظر من حقیر،
نظر هستشه، من مضاف الیهشه، حقیر میشه صفتی برای مضاف الیه. بله یه دونه داشت، ولی چند تا میخواییم؟ دو تا میخواییم. این لگد آخری اگه دقت کنی اصلا این لگد اینش که اصلا میره کنار، لگد آخری هم که دوتاییه. احمد رضا خان هیچی، به الاغ زده اضافی بود. الان گزینه یک صفت مضافت دوتا نداشت، یه دونه داشت. گزینه دو، میگویم حاج آقا شما هرچه دستور بدهید. هیچی صفت مضاف الیه تا اینجا ندیدیم، چون گروه ستایی یا وسط این و آن نداشتیم. به دیده منت هم که دوتایی، بس ستایی باشه. اما برادر من اینم که دوتاییه. دشت است، زمین فوتبال دستی محله نیست. اگه دقت کنی زمین اسمه، فوتبال دستی هم اسمه، محله هم اسمه. اصلا صفت نداشتیم که بگیم صفت مضاف الیه. پس گزینه دو هم منتفی کامل. گزینه سه، میگویم مؤمن خدا ما که باشیم که شما را سر کار بگذاریم. فعلا را ازش بگذار، این که را ازش بگذار. مؤمن خدا دوتاییه، این ور ستایی نداریم، این ور ستایی نداریم، این ور ستایی نداریم. به هر وسیله ای یه دونه ایه، کش که هیچی، شده که هیچی، مینها یه دونه ایه. توی دشت وسیع چند تایی شد؟ ستایی شد. تو میشه هستش، دشت میشه مضاف الیهش، وسیعش میشه صفت مضاف. یه دونه پیدا کردم. روبروی دشمن کار بگذارید. روبروی دشمن هم که دوتاییه. آقا اینم دوتا صفت مضافه به امام حسین نداشت. جواب میشه گزینه چند؟ چهار. حالا شاخصش چیه؟ حاج احمد. حاجش میشه چی؟ شاخصش. مثلا میگوید حاج احمد، حاج احمد آقا، داره صداش هم میکنه، همین منادات هم میشه. میبینی؟ به همین سادگیه. مفعولم که تا دلت بخواد دیگه، گفته مفعولم داری. میگوید حاج آقا پسر گل گلا، دشمن انقریب است که توی این دشت وسیع عملیات کند. چه چیز را انجام دهد؟ عملیات را. اینم مفعولش. جواب گزینه 4. سوال 12، چقدر ما نمونه اینو، من نگاه کن چقدر ما نمونه این سوال رو حل کردیم برای شما، چقدر این سوال خوب بود. بهتون گفتم، تاکید کردم این صورت سوال رو میبینید، نهاد مفعول مسند فعل، یعنی جمله 4 جزئیه با گذرا به مفعول و مسند. یه چیزی هم که سر همایش خودمون پاره پوره کردیم، توی اون در واقع کارگاه پاره پرو کردیم، اینجا اتفاق افتاد. الفو بخونیم. میگه مرا در نهانی یکی دشمن است. اگه دفقای من دقت کنن این است یعنی وجود دارد. اگه دقت کنین وجود دارد اصلا اسنادی نیست که بخواد مسند بپذیرد. پس الف عمرن در جوابها باشد. پس 1 و 4 میره. از آن سمت به و به مشترک، یعنی به رو نخون، بیا برو بازی رو سر دعوای جیم و دال اجرا کن. جیم و دال، من بد خط کشیدم براتون درست خط بکشم. پس دعوامون سر جیم و داله. الان جیم رو نگاه کن، میگه مرا مادرم نام مرگ تو کرد. یعنی آفرین، تموم شد رفت کتاب درسیه. این کرد یعنی نام نهاد، نامید، صدا زد، درسته؟ چه کس را؟ تو را. چطور صدا زد؟ مرگ تو صدا زد. پس اینم در واقع اسنادی و مفعول دار. پس جیم اینجوری بوده و به، یعنی جواب گزینه 2. سوال 13 دستور زبان به شدت ساده و آسون. من یه ذره از زوم در میارم برای که بتونیم راحت‌تر بخونیم از روش. اول ضمایر متصلی که خواسته رو خط بکش، بعد ببین چی خواسته. خاکم به باد دادی، از دل مشو غبارم، در آتشم فکندی، غافل مشو ز دودم. الان یه بررسی بکنیم. گفته آقا تو این ضمایر متصل ما یه دونه مضاف الیه داریم، یه دونه هم چیفعول داریم مفعول. خاکم به باد دادی، من اینو ترجمهش میکنم میریویسم. خاکم به باد دادی یعنی خاک من را به باد دادی. دهن گلاز همجور وامونده میخوا بخنده، میدونه چی میخوام بگم. اگه خاک منو میپرسیدن میگفتیم مفعوله، اگه خاکم میپرسیدن بازم میگفتیم مفعوله. چقدر من این حرفو تکرار کردم اون روز. ولی چیو خواستن گلاز؟ این میمه منه رو خواستن، یعنی مضافون اله کسره اه یه چیزی های تون شب اه یه چیزی. پس این شد مضافون اله. بعد میگه از دل مشو غبارم، یعنی غبار من را از دل مشو. در آتشم فکندی یعنی چی؟ خیلی ساده است، یعنی من را در آتش فکندی. چه کس را؟ من را. چیف اول مفعول، مفعول مضافون اله
جواب گزینه یک ماه بود. ماه. یکی دیگه، نقش قسمت‌های مشخص شده رو میگه بگید در بازی به ترتیب کدام. فکر کنم 50-60 اینجوری فقط در مجموع همایش و کارگاه حل کردیم، تموم شد. فقط کارگاه رو میدن دستور جمع میشده. راست میگه. میگه میان باغ حرام است بی تو گردیدن. میخوام دوست دارم کرمم، میخوام مرتبش کنم. بی تو گردیدن در باغ. باشه باشه. از آپارات هستیم؟ ادامه بدیم یا صبر کنم؟ صبر میکنیم. بچه ها من نگاه کنیم، منو بگیرید، منو بگیرید. بدید رو من. آها. بچه ها یه ذره صبر میکنیم. اینستاگرام رو در واقع بچه ها رو از دست دادیم، اشکالی نداره، اما لایو آپاراتمون هست. بچه ها من این کوچولو صبر میکنم که دوستانمون دوباره برگردن. بچه ها اینستاگراممون دوباره شروع میکنیم. هیچی نمیگم. سوالات تا اینجا خیلی خوب بوده. ریاضیه، تجربیه. اصلا استرس نشو. بچه های انسانی، بچه های انسانی چقدر صبح به من دایرکت دادن و چرا اسم ما رو نیوردی؟ من همینجا عذرخواهی میکنم. مظلوم ترین هنر بدبخت ها هیچی ندارن تحلیل کنی براشون. ولی خدا رو شکر سوالای کنکورشون خداییش خوب بود. یعنی ادبیات راحت بالای 50 میشد زد در رشته هنر با توجه به دانش آموزان. اینستام اومد، بچه‌ها اینستا خوش اومدید. لایو اینستاگرام رو برای دوستاتون لطفاً بفرستید اینور اونور که دوباره برگردن. ممنونم. من شروع میکنم، ادامه میدم. باز تکرار میکنم حرفمو، صبر کردم. بچه‌های اینستاگراممون دوباره برگردن به بازی و من حرفو ادامه بدم. گناز بچه‌ها اومدن دیگه. آره شروع کنم. خب گفتم سوال 14، بیاین این صورت سواله رو اولش رو مرتب کنیم. میان باغ حرام است بی تو گردیدن. مرتبش میشه بی تو گردیدن در باغ حرام است. آقا چطور است حرام است مسند؟ چی حرام است؟ بی تو گردیدن یعنی نهادته. پس این کلمه اولمون که خط کشیده یا قسمت اولمون نهاده، یعنی مسند نیست یک میره، مسند نیست دو میره. حالا ادامهش میدیم بعد بریم سراغ بعدی. اینجا نگاه کن که خار با تو مرا به که بی تو گل چیدن. بچه ها که خار با تو مرا به یعنی برای من، این همون راه حرف اضافه است که میاد عقب، راه متممی. پس این میمه میشه متمم. اگه دقت کنی یعنی جواب میشه گزینه 3 متممه درست بوده. تازه اگه شک داشتی یه کار دیگه هم میتونی بکنی که خار با تو مرا به است. چطور است؟ به است. به نقشش میشه چی بچه ها؟ مسند. پس بازم جواب میشه گزینه چند؟ 3 تایید شد. قبول آقا؟ بسیار عالی. بریم سراغ سوال 15. با توجه به ابیات زیر کدام مورد غلط است؟ متن کتاب درسی. اینستاگرام دوباره قطع شد. چشم صبر میکنیم. تصویر منو بدید، باز بدید از رو وال. اشکالی نداره. اشکال نداره. یه ذره صبر میکنم دوباره اینستاگرامو برگرده. بچهای آپارات هم که در کنارمون هستن. ممنونم. مرسی. مرسی 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 مرسی. خب میگه با توجه به ابیات زیر کدام مورد غلط است؟ یه بار دیگه بیتو میخونیم. بیت کتاب درسی. دلیران و مردان ایران زمین، هجیران جنگاور روز کین، خروشان و جوشان به کردار موج، فراز آمدند از کران فوج فوج. آقا دقت کنید گفته کدوم مورد چی است؟ غلط است. کل سرود دارای یک جمله است. راست میگه. دلیران و مردان ایران زمین، هجیران جنگاور روز کین، خروشان و جوشان به کردار موج، فراز آمدند. تازه به اولین فعلمون برخورد کردیم. واقعا یک جمله است. بله. میگه دو تا واو داریم، جفتشون واو عطف. من دو تا واو اینجا کلا ندارم. دلیران و مردان، خروشان و جوشان، به خدا جفتش واو عطفه. من نگاه کن واو عطف، من نگاه کن، من نگاه کن، واو عطف واویه که بین دو اسم یا دو صفت میاد. تمام. تا اینجا قبوله. حالا بیا ادامه بدیم. الان گزینه یک درست بود. توی گزینه یک درست بود. گزینه دو میگه الف و نون در واژگان، اینجا نمیشه اینجوری خط کشید، باید با دست بکشم. میگه الف و نون در واژگان 3 بار نشانه جمع، 2 بار نشانه صفت فاعلیه. خب بریم اول جمعاشو نگاه کنیم. علامت جمع باشه الف و نون. دلیران علامت جمع یه دونه. مردان یعنی مردها شد 2 تا. هجیران شد 3 تا. اما دیگه چیز دیگه نمیبینم. اونورم اگه دقت بکنید صفت فاعلی هم داریم. خروشان یعنی با حالت خروش، جوشان با حالت جوشش. پس اینم قبول. پس گزینه 2 هم فعلا هیچ در واقع غلطی نداشت. گزینه 3 ابیات به شیوه بلاغی سروده شده است. بله یه دونه جمله است، فعلش این آخر اومده، معلومه شیوهش چیه؟
بلاغی یا به قولی بلاغیه. فقط یه دونم ترکیب وصفی داریم، هجیران جنگاور. جنگاور میشه صفتمون، هجیران میشه موصوفش. راست میگه، یه دونه ترکیب وصفی هم بیشتر نداریم. یعنی هر کاریش کنی جواب این تست باید بشه گزینه چند؟ 4. 16. وارد قرابت معنایی شدیم. بریم جلو ببینیم. میگه کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ بچه‌ای که فردا کنکور دارید، عزیزای دل، صورت سوالا رو درست بخونید. یه موقع دارد ندارد، بجز به غیر از به استثنا سوتی ندید. میگه بر در بخت بد فرود آید، هر که گیرد عنان مرکبش آز. میدونیم آز یعنی حرص و طمع. میگه هر که، این دست من نگاه کنید، هر کسی که عنان مرکب او را آز و حرص و طمع در بر گیرد، بر در بخت بد فرود آید، دچار بدبختی میشه، بخت و اقبال بدی سراغش میاد. بریم یکو بخونیم. میگه طعام ذل و خاری خورد باید، کسی را کش برآرد آز دندان. میگه کسی که دندون آز و حرص و طمع در میاره، غذای ذل و بدبختی و خاری باید بخوره. خب این ارتباط داشت. گزینه 2 که اصلا ارتباط نداره، رد میشه. اما گزینه 3 بدکی نیست ولی نسبت به 1 ضعیفه. بیاین رو وال، من بخونمش. میگه آز تو را گل نماید ای پسر از دور. بیا رو وال. بچه ها حواستون رو جمع کنید. گزینه 3 رو یه بار دیگه میخونم. آز تو را گل نماید ای پسر از دور، لیک نباشد گلش مگر همه جز خار. میگه درسته، حرص و طمع تو رو از دور خیلی آدم خوبی نشون میده، اما جز درد سر برای تو نداره و این در واقع گل نیست، خار است. اگه دقت بکنید بچه ها، گزینه 3 ارتباط داشت ولی به نظر من 1 بهتره، چون دوچار ذل و خاری و بدبختی میشیم، مثل اینکه بخت و اقبالمون بد میاد سرمون. پس به نظر من گزینه 1 گزینه بهتریه برای این سوال. بریم سراغ سوال 17. میگه کدام بیت بیانگر مفهوم عبارت زیر است؟ خدا در همه جا هست، در هر جا که به تصور درآید، هر جا بروی جز خدا نخواهی دید. من نگاه کن، الله نور السماوات و الارض، خدا همه جا هست، نور بودن خدا. که اگه دقت کنید در گزینه 2 خوب میتونیم ببینیم. میگه نقش کسرت، بذم از روال بخونم راحت تره، نقش کسرت چو بنشیند زلوه دل خود. میگه درسته، نقش های کسی رو زیادی رو داریم میبینیم، چیزای مختلفی رو آدم میبینه. اما اینجا نگاه کن، میگه رقم وحدت، درست میگم؟ رقم وحدت حق در همه جا یافته اند. میگه درسته چیزهای کثیری رو میبینیم، اما در نهایت یک وحدت وجودی داریم، همه چیز به یه جا برمیگرده، جاست خدا، فقط خدا. جواب میشه گزینه چند؟ 2، بهترین گزینه به نظر ما. بریم سراغ سوال 18. کدام ابیات با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟ گلناز ما یه حرفی زدیم، بچه‌ها من نگاه کنید، در سوالاتی که صورت ندارن در قرابت معنایی هیچی نگفته بر مبنا قرار بدین، خودت مبنا پیدا کن. یعنی بین ابیات یا گزینه‌های بیتی که یا قبلاً خوندیم یا بلدیم خوب بخونیم رو پیداش می‌کنیم. الان من دیالو تو کتاب درسیم دارم، من ایرانیم، آرمانم شهادت، تجلی هستی است، جان کندن من. الان بیت کتاب درسیه، صحبتم کردیم در مورد مصرع دومش، گفتیم یه پارادوکسی داره، گفتیم سایل یه دقیقه بیا، یه آیه داریم اینو بخون برامون. آیهه که میگه کسانی که در راه خدا شهید شدن و کشتن نمردن، زنده هستن نزد پروردگارشان، رزق و روزی میگیرن. یا ابوالفضل، اینو عربیشو بلد نیستم، خود آیهش ترجمه‌اش رو خوندی؟ آن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میگه فرض نکنید کسانی که در راه خدا کشته و شهید شدن اینها در واقع مردن، اینا زندن و پیش خدا دارن رزق و روزی میگیرن. یه پارادوکس داره، کسایی که مردن زندن. اینجا نگاه کن، تجلی هستی من، جون کندن من، زنده بودن منو نشون میده، جون کندن و مردنم. بعد تو جیم نگاه کنید، میگه لیک مرگ عاشقان باشد حیات جاودانی، عاشق که میمیره حیات جاودان پیدا میکنه. پس جیم و دال با هم دیگه خوب ست شدن. جواب گزینه چند؟ 3. بریم سراغ سوال 19. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ باز صورت سوال نداری، مبنا رو خودت پیدا کن. بیت آشنا، باز بیت کتاب درسی رو گذاشته تو 2. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. عشق که برای رسیدن به یه حرمی باشه، راه ها آسون و بیابونها و سختی ها آسون میشه. 3 رو ببین، مغیلان چیست تا حاجی اینان از کعبه برچید؟
میاد میگه چی درست میخونه؟ اصلا هیچی هم معلوم نیست. چی؟ بر؟ بر پیچه داره؟ بر پیچه. میگه مغیلان و خار چیه؟ این چیزیه که جلوی حاجیه رو بگیره، ولی کسی که مشتاق راهه این سختی ها براش پرنیانه. پرنیان یعنی حریر. خار مغیلان برای طرف حریره اگر عشق داشته باشه. اینم داشت. گزینه 4 ببین. ای بادیه هجران تا عشق حرم باشد عشاق نیندیشند، یعنی نمیترسند از خار مغیلانت. پس جواب گزینه 1. 20 هم بزنیم فرزاد سایلی مثل بمب نشسته اونجا بره جرواجر کنه. گلناز منو نگیرید. گلناز اینو نزدیم. اینو نزدیم. این تسو نزدیم. قولن لینا شوخی کردم گفتم لین نرم ملیم میخوری اسهال آفرین. یادتون اومد قولن لینا داستان قولن لینا چی بود؟ به نرمی سخن میگفت. یعنی جواب بدیا رو با چی بدین گلناز؟ گفته از کدام دریافت میشود. الان یه نگاه بندازی من اصلا دارم میبینم. اصلا به این میگفتیم با دوستان، باری کلا، با دشمنان مدارا. جواب بدی رو با چی بدیم؟ اینجا نگاه کن. در اقلیم مدارا ضعف بر قوت بود غالب، به موی میتوان کوه گرانی را کشید آنجا. میبینی؟ کارهای بزرگی رو میشه انجام داد. گزینه 2 گزینه خوبی بود به نظر من. گزینه 4 یه ارتباطاتی داره. میگه سازگاری پیشه کن شاید بسازد با تو چرخ. میگه مدارا کن با سختی ها بساز. توی گزینه 3 میگه چشم بیبار تو جان داروی شوقی مش، درست میگم؟ مچ شاد. آها، یعنی فعل دعایی دیگه، مچ شاد چشاندنه. بعد میگه گر مداوای دل من به مدارا نکنی، میگه با من مهربون باش به درد ما نخور. و جوابت بهتره که گزینه چند باشه؟ 2. سایلی باید بیا تو. سایلی بیا، یه تعویض انجام میشه. خیلی چاکریم. سلام منو بده. سلام علیکم. سلام علیکم. چی بود داداشم؟ سایلی پشو. یعنی تمام. خیلی خوب بود. تمام. خیلی خوب بود. تمام. برین حالش. سوالا هنوز نیومده؟ هنوز نیومده. ما تحلیلمون تمام شد. بچه‌ها ببین استراحت کن. سائلی. آره من الان بعد بگازم که 6 یه جا دیگه یه مجلس دیگه هم دارم. علی یه مجلس دیگه. حالا این مجلس. فرضا دمت گرم. این مجلس اصلی بود. بچه‌ها دمتون گرم، پر انرژی، قوی. اگه 5 تا فرضا اگه 5 تا سوال اومد من میرم برمیگردم 5 تا رو حل می‌کنم. سوالا نیومده. سوالای نجار حتی درزم نکرده. حالا من یه سری توضیحات هم میدم. مرسی. فرضا فعلا. خدا حافظ.